سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژهمون. از تو ادامه پروژه ما قراره چیکار کنیم؟ ما این قسمت رو درست کرده بودیم، فقط مونده که یه همچین شکل و شمالی بهش بدیم. الان اینجوریه بچه‌ها، بعد تبدیلش کنیم به اون چیزی که دیدیم. خب با فلکس هم قراره این کار بکنیم. بعد یه فلکس افقی من به این بدم که عکس بیفته اینور، متن بیفته اینور. به چی؟ به بچه‌ها این، به واچ کارت. به این بعد دیسپلی فلکس بدم به صورت افقی که این و این کنار هم دیگه بیفتن. خب این کار خودمون رو شروع کنیم. میام پایین اینجا. الان بچه اتفاقی افتاده چیه؟ الان به صورت پیشفرض برای موبایل خوبه. خب یعنی به صورت پیشفرض این حالتی که داریم برای موبایل خوبه، برای اسکرین کوچیک اوکیه این حالت. خب اول اسکرین بزرگش رو باید درست بکنیم، دقیقا مثل حالت پست. پس میام اینجا، میام اینو کپی میکنم، خب اینو میکنم 810 پیکسل. میگم برای حالتی که عرض صفحه بیشتر از 810 پیکسله، واچ کارد من که همون عکس و همون در حقیقت کانتنت من داخلش دیسپلیش بشه فلکس. بیشتر پیش فرض هم فلکس افقیه. خب از سفر بیشتر کنیم، این کنیم اینجور شد. اوکی آن بخش این که پروژه اصلیه اینه. نگه کنم بچه ها، شد اینجوری. اوکی خب این هم از این. یه اتفاق دیگه هم میخوام بیفته بچه ها. چه اتفاقی؟ میخوام این متن وسط بیفته، یعنی این متن بعد وسط این باکس مشکی رنگ بیفته. این الان وسط نیست. چیکار میکنم؟ این کلاسش چی بود؟ کلاسش بود موو اینفو، درسته یا نه؟ آن بخش واچ کانتنت این بود، کلاس واچ کانتنت. برای اینکه تو یه دونه بچه دیو یا هر چیزی المان ها رو وسط بندازی چیکار میکردید؟ اول دیسپلیش رو میکردید فلکس، بعد فلکس فلو رو میکردم به صورت کالمه ستون. خب از جهت افقی تبدیل میکردم به عمودی و جاستیفای کانتنت رو میکردم سنتر. اگه میخواید مطمئن بشید اعلان آیتم هم بکنید سنتر. نکنید همه چی افتاد وسط. ولی خب من نمیخوام در جهت افقی وسط باشه بچه‌ها. میخوام بیبی دراور اومده وسط، میبینید این اومده وسط افتاده، من نمیخوام این وسط بیفته. پس چیکار میکنم؟ این آخری برمیدارم که این همین سمت چپ باشه، لحاظ عمودی بیاد وسط صفحه بیفته. چون من فلکس فلو رو گذاشتم ستونی، محور اصلی من شده الان عمودی، پس جاستیفای کانتنت داره در جهت محور اصلی کار میکنه. و یه کاری هم میخوام بکنم، من دو تا از اینا دارم بچه‌ها، یا کنید دو تاست که دومی عکس سمت راسته. من دومی را اصلا اشتباهش هم یادم رفته بنویسم، الان می‌نویسم. و اینکه این دومی عکس را سمت راست بشه، اولو اشتباهش رو بنویسیم، یه کپی پیست فقط. خب یه دونه از این واچ کارده کپی میکنم. این کدومه؟ اینه. دقیقا بعد از این یکی دیگه میذارم. خب اسم فیلم رو چی باید بذاریم؟ اسم فیلم چی بود؟ اسمش رو دست نزنیم، حالا اسمش رو درست میکنم، اصلا مهم نیست. اینو بکنید نو. بعد اسم فیلم چیه؟ اینا بیبی دلاور دادم اسمشو. خب اوکی، اگه اسمش همینه که اوکی بذار بشه. اینم هم همون، توضیحات هم همون، فقط این که بچه به این امریکا یک این همین افتاد این پایین، میبینید؟ من میخوام این عکس بیاد این سمت. میام چیکار میکنم؟ به این عکسم یه دونه کلاس اضافه میکنم به نام مثلا ایمیج رایت مثلا. خب میام اینجا میگم این کلاس ایمیج رایت من اوردرش باشه چی بچه ها؟ دو. الان چه اتفاقی افتاده؟ به صورت پیش فرض بچه ها
این یه واچ کارت درسته، به صورت پیش فرض این نوشته و این عکس اوردر صفره به صورت پیش فرض. حالا شما وقتی اوردر رو عوض بکنید از صفر به هر عددی بزرگتر از صفر، ترتیبش عوض میشه، یعنی این عکس اینجا صفره، این هم صفره. وقتی اینو بکنم دو، عکس رو اوردرش رو بکنم دو، داخل دیسپلی فلکس این میاد میفته این سمت. میکنید اومدیم افتاد. کل این قسمت عکس و کانتنت دیسپلیش الان فلکسه، به صورت افقی هم هست فلکسش، اوردرشون هم صفره. وقتی اوردر یکی رو عوض بکنید جاش عوض میشه. اوکی، این هم از این دیگه فکر کنم چیزی نمیخواد. اوکی خیلی خب، این هم از بریم بیایم ادامه شوشه جلسه بعدی. فعلا خداست.